جهش بیرحمانه قیمت‌ها میلیون‌ها نفر را به خط فلاکت رساند و نسلی در آستانه انفجار. میوه که دنبالش اصلا نرو، انقدر که گرونیه اصلا دنبال میوه نرو. یه نمیدونم موندیم تو سیب زمینی توی این مملکت 24,000 تومان 25,000 تومان. روزنامه اعتماد اول اردیبهشت: سونامی گرانی مردم را بلعیده، تورم و گرانی‌های افسارگسیخته اکنون وارد مرحله خطرناک سونامی شده و همچون سیل ویرانگر به پیش میتازد. مسئولان دولتی چه جوابی برای گوشت کیلویی 230,000 تومان و برنج کیلویی 100,000 تومان دارند؟ آقای رئیسی خدا لعنتت کنه، من بچه‌ام غذا میخواست، اومدم تو سفره نگاه کردم همه اونا خشک، من چی به بچه بدم بخوره؟ خدا لعنتت کنه. هشداری که باید از طرف دولت مردان جدی گرفته شود و علاجی عاجل برای رشد بی‌رویه قیمت‌ها پیدا کنند. این تنها شعله از آتش خشم است، آتشی که به خیمه خامنه‌ای نزدیک‌تر می‌شود. رژیمی که حسابات آخوندی دیگه خسته شد، نه تنها من، تمام ملت. و باز هم تلاش برای نجات ولایت از آتش فشان خشم ملت. مسئله گرانی قیمت‌ها درد جانکاه مقام معظم رهبری است. یه آدم عجله کنه بگه نخیر، به همین زودی واقع بینانه نیست. روزنامه ستاره صبح 5 اردیبهشت: بر اساس آمار بانک مرکزی قیمت هر متر خانه در تهران از 5 میلیون به 35 میلیون تومان رسیده است. پرسش این است که چرا قیمت مسکن و دیگر کالاها تا این حد افزایش یافته و به زندگی مردم به ویژه فرودستان لطمه زده است. آقای رئیسی، آقای خامنه‌ای، بابا مردم شما رو نمیخوان. به کی بگیم آقا؟ نمیخوان، نمیخوایم شما رو. بلند کن گلوتون رو گم کنین از اینجا برین. ملت خدایی میکنه، آقا خدایی میکنه.